بنیدازی سلام، با من عبدالحنان نوز در برنامه امروزی خود میمان بسیار برازنده شخصیت بالا جناب علم صاحب را داریم که تشریف آوریشون را خوش آمدید میگم و خلاص سوانشون را با معرفی میگیریم. بر شما اول جناب سید محمد آصف علم در سال 1316 هجری در ولسوالی پغمان متولد گردیده و بعد از تکمیل تحصیلات ابتدایی در زادگاهش شامل نیسی نظامی و بعد به ادامه آن شامل فاکولته نظامی و فارغ التحصیل از فاکولته نظامی هستند و بعد از 6 ماه وظیفه شامل فاکولته انجینری و بعد از فراغت از فاکولته انجینری در بخش های مختلف وزارت دفاع انجام وظیفه نموده است. علم صاحب بعد از اکمال کورس عالی افسران جهت تحصیل در رشته حقوق عازم کشور ترکیه گردیده است و بعد از ختم موافقانه تحصیل به حیث قاضی در ریاست محاکمات وقت تعیین گردیده است و بعد از کودتای سرطان 1352 بر علاوه وظیفه اصلی به اساس فرمان رئیس جمهور سردار محمد داود خان به حیث عضو دیوان حرب حکومت عسکری تعیین و نیز تا ختم حالت اضطراری وظیفه اجرا کرده است. علم صاحب بعد از قیام مصالحانه ثور 1357 به حیث رئیس محاکمات مقرر بعد از مدت 2.5 به اتهام واهی کودتا علیه دولت دستگیر و 1.5 سال در زندان پلچرخی کابل سپری نموده است. علم صاحب بعد از رهایی از زندان دوباره به حیث محاکمات از تقرر در سال 1359 به حیث رئیس محاکمه عالی قوای مسلح تعیین بست گردیده است و در سال 1360 از رتبه دگروالی به رتبه بریج جنرالی ترفیع و در سال 1361 جهت دوام تحصیل حقوقی در فاکولته حقوق انستیتوت بیرق سرخ ماسکو عازم اتحاد شوروی وقت گردیده و بعد از وحدت سیستم قضایی افغانستان به رتبه تورن جنرال ترفیع و در بست ستر جنرال به حیث معاون قاضی قضات افغانستان مقرر و تا سقوط حکومت جمهوری افغانستان در همین سمت قرار داشتند. علم صاحب بعد از جنگ های تنظیمی و جنگ های داخلی در افغانستان بر اساس مجبوریت کشور ترک و فعلا در کشور دنمارک زندگی میکنه با خانوادهشان. علم صاحب 80 سال عمر داره و عمر گرانبهایشان همیشه وقف خدمت به وطن، به مردم، به قضا کردند. صادقانه خدمت کردند، حب الوطن انجام دادند و در راستای زندگیشان در مهاجرت هم وقت خود صرف نکردند، زندگی خود گرفتند، به تحریر آوردند و کتاب را نوشتند به نام سیر زندگی در آینه تاریخ. زندگیشان شامل تاریخ است و تاریخی که ما شما از بسیاری جزئیات آن آگاه نیستیم. امروز علم صاحب دعوت کردیم در برنامه خود که تشریف آوریشان را خوش آمدید میگم در برنامه خود. تشکر. خوش آمدین و تشکر که شما در سن سال که هستین توانستین یک وظیفه بسیار بزرگ و خطیر تاریخی را که نوشتن یک اثر تاریخی بود به ما، به مردم و به جوانان و به مسلک خود این بسیار تبریک میگم برتون. یک دستاورد بسیار بزرگ است و در ضمن تشکر میکنم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما، از تشریف آوریتون. زنده باشین. خلاص سوانه علم صاحب ما بر شما خواندم و فعلا علم صاحب که زحمت دادیم میخوایم در مورد کتاب معلومات داشته باشیم و زبان خودشان توضیح بشنویم که علم صاحب لطف کنن در مورد کتابی که چاپ کردن اجازه سلام سید؟ بله بله بله. این کتاب است که سیر زندگی در آینه تاریخ دفتر خاطراتشان. میشه شما علم سید توضیح بدین که این کتاب شما شامل کدام بحث ها، کدام فصل ها هستن؟ بله، این کتاب که در افغانستان اقبال چاپ یافته شامل 5 فصل بله. و 235 صفحه است. بله. که در هر فصل موضوعات جداگانه نگارش یافته. بله.
قبل از اینکه فصلای کتاب برتون عرض کنم، یک تقریض از جانب نویسنده و حقوقدان مطرح کشور و رئیس انجمن حقوقدانای اروپا میر عبدالواحد سادات نگاشته شده که 5 سفر در این کتاب در بر گرفته. صفحات ششم و هفتم از این انگیزه ای که برای وا داشت که کتاب نوشته کنم اندکی به نام آغاز سخن دو. فصل اول از این اثر مربوط میشه به زندگی ما در روستایی که تقریبا 15 الی 20 کیلومتر از ارگ سلطنتی فاصله داشت و مردمانش بسیار عصبانی زندگی میکردن. در غربت و در فقر میلولیدن و این به حیث نمونه یکی از هرا و قصبات افغانستان که نسبت به دیگرها یک اندک پیشرفته هم بود ما با تفصیل گرفتیم. تشکر. فصل دوم بیان خاطرات است که از لیسه عسکری و دانشگاه نظامی و اوضاع و احوال قطعات عسکری او زمان که در زمان سلطنت ظاهرشاه بود این را با بحث گرفتیم. فصل سوم بحث مفصل است در مورد وضع قضا و محاکم عمومی و قضای عسکری از آغاز دوره ظاهرشاه تا انفاذ قانون اساسی 1343 و بعد از اون شد که البته قضا به استقلال خود میرسه، مگر متاسفانه بازم قضای عسکری به شکل اولی باقی میمانه و تابع حکومت باقی میمانه. فصل چهارم از این در برگیرنده زندگی سیاسی قلم است و در این زمان از کودتای 26 سرطان، جریان محاکمه سردار عبدالولی خان در دیوان حرب حکومت عسکری زمان سردار ماند داود خان، راجع به کودتای تحت عنوان کودتای میوانوال و برپایی توطئه مسلحانه از طرف بنیادگرایان اسلامی و محاکمه یکی از جواسیس پاکستان، محاکمه تعدادی از نیروهای چپگرا، قیام مسلحانه 7 ثور 57، معرفی حفیظ الله امین، توطئه امین و زندانی شدن ما و تعداد کثیری از همرزمان ما در پل چرخی شامل از این فصل است. فصل پنجم درباره قضای عسکری بعد از مرحله نوین اینمی قیام مسلحانه که قضای عسکری او وقت به استقلالیت خود نائل می آید. یعنی درباره استقلالیت قضا هم مطالبی را ارائه شده در این کتاب و درباره وحدت قضا و کودتای تنی این مباحث دربار میگیره و که هر کدام از این نظر به توانایی ما نگاشته شده این که چقدر مطلوب است و چقدر مورد انتقاد است اوشه با پژوهشگرا، نویسنده ها و روشن فکر ها و کسانی که اهل کتاب هستند میگذارم. زنده باشیم. بسیار لطف کرد. من تا جایی که کتاب مطالعه کردم واقعا یک اثر بسیار تاریخی و ارزنده است و شما تاریخی بودین که وطن ما هم از تکرار از موجود بودین و شاهد عینی همه قضایا هستین. شما در مورد انگیزی کتاب اشاره کردین علم صاحب که انگیزه هایی داشتی کتاب شما کتاب را چاپ کنین.
میشه که بیشتر روشنی بندازیم که چی انگیزه ای باعث شد؟ انگیزه کتاب یعنی همی انتقاد بسیاری از منورین و روشنفکرا سریعزیمی کساری بودن که در کوران حوادث و وقایع لشکری و کشوری قرار داشتن. بله. ولی یک سطر از خود یادگاری و یا خود گفته به جای نگذاشتن، نه که در قلم به تاریخ نویسا یک چی میشد، یک دستاویز میشد. فقط ما شخصا نظر به رتبه و مقامی که داشتم در امو دولت ها و آنچه که دسترسی داشتم، ما امیر امو قسمت به حساب امی تفکر خود و آنچه که خود فکر کرده تا دستیم که مفید است، عبور در قید قلم آوردیم که با آینده ها، با تاریخ نویس ها اگر مومد واقع شود و معاونت باشد، امیر با جوانای وطن عرض کنم انگیزه های نوشتن کتاب امیر زنده باشد. تشکر. واقعا در این شرایط و در این وقت بسیار خدمت والا را انجام دادم. در یک از قسمت های کتاب ما خواندیم که در کتاب شما از بعض قضا، خصوصا قضای عسکری، بله، یادآوری گردیده و ضمن در قضا در سایه عسکری آن زمان شما توضیح دادین. میشه از یاد یا توضیح بتن کمی که خود قضای عسکری در وقت چه گونه بود؟ از خود استقلالیت، صلاحیت کاری وظیفوی داشتن؟ داشت. محترم حاجی صاحب، اگر قبل از این که دوباره از این قضا توضیح بتم، اگر هر چیز در بستر تاریخی خود مورد کنکاش قرار نگیره، بحث و گفتمان انتزاعی میشه و به نتیجه کامل نمیرسه. با او خاطر اجازه بدید که یک مقدمه عرض کنم. و این مقدمه شامل از این است که قانون هم یک پدیده است که با انکشاف، با پیشرفت و با وسعت جامعه انکشاف کرده. بله. زمانی بود که یعنی امی پادشاها، امیرا، زورمندا، اینا خودشان قانون بودن. بله بله. و تمام اختیارات و تمام به حساب آنچه که به قانون مربوط بود مربوط خود می دانستن. بله. و هرچی که می گفتن و هرچی که می کردن اونمو خودش قانون بود، حرفشان قانون بود. نه تنهایی در شرق زمین، بلکه در غرب زمین همچنین ای مراحل و ای چیر پیموده قانون. بله. یعنی می گوین که مثلا تمدن و حکمت از شرق به غرب چی شد؟ انتقال یافته. این گپ درست است. یک زمانی در شرق زمین واقعا تمدنی وجود داشت، دانشمندهایی وجود داشتن. مثلا در چین شخصی به نام کنفوسیوس بود او وقت، در ایران امروز زردشت بود، در هند بودا بود. بر علاوه از او یعنی رهبران فکری و مذهبی در شرق زمین متولد شدند، در شرق زمین فعالیت کردند و در شرق زمین فوت کردند. مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اینا کلیش در زمان خود
فیلسوفایی بودند که در اینجا چی شد. از اون خاطر میگن که تمدن از شرق به غرب آمده. ولی خود در غرب هم یعنی در زمانش اینمی استبداد مربوط کسانی بود که در رأس کشورها قرار گرفته بودند. مثلا نظام های بسیار استبدادی سلطنت مطلقه را اداره میکردن و این ادارات هر آنچه که شخص اول میگفت اونمو قانون بود. چنانچه یعنی به طور مثال براتون عرض کنیم که لویی 16 رئیس جمهوری که رئیس جمهور میگم سلطان یا امیر یا پادشاه فرانسه میگفت که ما خودم ارادیم و دولتم قانون است. قانون پشتش چی بگردن دیگه؟ ضرورت به قانون نیست. ولی مردم به خاطر تامین عدالت، به خاطر رهایی از ظلم و ستم از این اربابا و با مبارزاتی پیهم پرداختن. بله. از خاطر مبارزات دانشمندای بسیار بزرگ دهوج ارج اندام کرد. بله. مثلا از دانشمندان گفته بتانیم روسو بود، ولتر بود، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، یعنی کسا بودن. به این خاطر دانشمندانی که ظهور کردن مردم هم گپ شانه شدید. اونا مبارزه کردن، مردم هم گپ شانه شدید و طرفداری کردن که از این ظلم و بیداد خلاص شوند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه گویا که ژان ژاک روسو با مردم گفت که چیز یک کتاب نوشت کرده به نام روح القوانین. گفت که بهترین نظام ها در یک نظام حکومت دموکراسی است که باید مردم اونمو رو بپذیره. در او دین از دولت جدا بود و قانون حکومت میکرد، پارلمان صلاحیت خود داشت. مثلا رئیس جمهور اگر می بود صلاحیت خود داشت، یا سلطان اگر می بود صلاحیت خود داشت. مقصد دست سلطان یا امیر با دایتر در سلطنت های مشروطه از یخر مردم کوتاه میشه، صلاحیت هایش محدود میشه، صلاحیت ها بین دیگه ارگان های چی تقسیم میشه. خب اینا پذیرفتن در غرب همینطور حکومت ها یکی پای دیگه سلطنت های مطلقه را انداختن و سلطنت های مشروطه چی کرد؟ عرض اندام کرد. اما متاسفانه که در کشور در خاور زمین، در شرق زمین، یعنی گرچه که یگان روشنی آمد، ولی خواب روشنی را پس دوباره چی کردن؟ سرکوب کردن. و مطلق قانون به دست شاهان خونریز ظالم و مستبد باقی ما. بله. از اون جمله وطن ما همچنین یکی از کشورهایی بود که سلطنت مطلقه در اون حکومت میکرد. بله. یعنی شما دوره امیر عبدالرحمن خان رو فکر کنید که مردم با چی مظالم گرفتار بودن. بله. مردم ها در این چیز بسته میکردن، شق میکردن در دو تا درخت. مردم ها در توپ بسته میکردن با یه ابر تنها امیر. امر امیر همه چیز بود، یعنی تلداغ میکردن، قین و فانه میکردن و انواع مختلف شکنجه و عذاب میدادن. رفته رفته آهسته آهسته ای تا زمان دوام کرد که تا سلطنت چی رسید، نادرخان رسید. اگر ببخشید سلطنت امان الله خان رسید. شاه امان الله که خودش یک آدم مشروط خواه بود،
بله. اولین قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان الله مسجل شد. بله بله. به نام نظامنامه اساسی. بله. و در عرصه قانون گذاری در زمان امان الله خان یعنی گام های بسیار اوچت و بسیار پیش برداشته شد. بله. که او دوره متاسفانه که تاریخ شاهد است با شهادت تاریخ که یک دوره دیگه آمد که جنگ و جنجال ما بین مردم افغانستان. بعد از او سلطنت نادرخان آمد. سلطنت نادرخان هم در سلطنت نادرخان هم قانون اساسی داشت. ولی متاسفانه که دو قانون اساسی او را بسیار استفاده افزاری کرد نادرخان از پیش از قانون ایوازی از این که یعنی به نفع مردم تمام شد فقط در شکل یک قانون بود و در عمل هیچ وقت پیاده نشد. ما محاکمات بسیار فرمایشی شاهد از این است. چرخی را در پیش چی خواست به شهادت تاریخ با امر خود چی کرد برچباران کرد. امیر عبیبالله کلکانی را با امر خود کشت و یعنی پشت قانون و محکمه و محاکمه هیچ نگشت. به هر صورت تا زمان میراسه که سلطنت ظاهر شد تا امید دهه دموکراسی تا 1343 که هنوز قانون اساسی زمان ظاهرشاه مسجل نشده بود عیناً چیز حالت همونطور بود که در چی بود در زمان نادرشاه بود. اما راستشی که در زمان ظاهرشاه که چی شد امی قانون 1343 مسجل شد تدوین شد و تطبیق شد این قانون اساسی بله. یعنی در زندگی سیاسی و اداری و فرهنگی و عدلی افغانستان وعده های بسیار مهم داد. بله. اعضای خانواده سلطنتی از ادعای اشغال و ادعای رسمی که چی حق طبیعی خود حساب میکردن باز داشته شدن. مثلا قضا از حکومت مجزا شد. پارلمان مستقل عرض وجود کرد. بین شریعت و پرنسیب های حقوقی جدید یک موازنه و هماهنگی برقرار شد. بله. و تثبیت حالت جرمی وظیفه انحصاری محکمه قرار گرفت. یعنی تا پیش از او یعنی هر کس میتونست که جزا بده. ولسوال جزا میداد، خود شاه جزا میداد و مراجع مختلف بود. اما در این قانون اساسی که یک قدم والا و بالا بود موضوع جرم و جزا به محکمه تعلق گرفت. ولی متاسفانه که اختیارات قانونی شاه بیش از حد اعتدال و سلامت سیاسی بود. یعنی در حقیقت همه کار شاه بود. انتصاب در چیز امی پارلمان معرفی صدراعظم و وزرا تقررش تقرر تمام چوکی ها و کرسی های سیاسی در خارج از کشور اعلان جنگ و متارکه و همی از این قبل یعنی اختیارات کل به شاه تعلق گرفت و در این زمان یکی ماده پسی یک ماده از این قانونی هست و شاه را واجب الاحترام غیر مسئول گفت. یعنی در صورتی که یک کسی واجب الاحترام هم باشه غیر مسئول هم باشه یعنی چطور امکان داره که امی اختیارات داشته باشه و در او اشتباه نشه. بله بله.
و یا خود بیعدالتی صورت نگیره. خودش بیعدالتی است. با هر صورت قضای مستقل بعد از او عرض اندام کرد در ساحه ملکی. آمدیم سر قضای عسکری که متاسفانه بسیار متاسف بگویم که قضای عسکری با مو شکل ابتدایی با همان قوانین پوسیده و گندیده که از گذشته های دور مانده بود دو قانون دووجه بسیار چی بکرد فعال بود، یکی قانون به نام قانون جزای عسکری و یکی به نام قانون محاکمات عسکری که هر دویش چاپ دومش در 1330 صورت گرفته بود. یعنی دیگه تعدیلاتی اگر آمده باشه بسیار اندک در بابنش. و قضا تابع حکومت، تابع وزیر دفاع، تابع مقرری ها تابع وزیر دفاع، مقرری ها تابع یک مقام دیگه، مثلا در قطعات مقرری ها با پیشنهاد قماندان و دیوان حرب ها یا محاکمه که به نام دیوان حرب یاد می شد یک شعبه از قماندانی بود. به این خاطر یعنی بسیار وضع اصف بارد. مسئله دوم در قضای عسکری این بود که مردمی که هیچ آگاهی نداشتند از حقوق، از الهیات، از قانون به حیث قاضی مقرر می شدند و کسانی مقرر می کردند که در وظیفه اصلی مثلا دوج مسلک های پیاده، سواری، توپچی، نقلیه و اونا خوانده بودن که یک قطعه چطور سوقی داره شد. اونا خوانده بودن که تفنگ چرا خفایر شد. مگر این نخوانده بودن که جزا چی است؟ جرم به چی گفته بشه؟ یعنی عناصر لااقل عناصر جرمی چی است؟ پرنسیبای حقوقی کدام است؟ هیچ کدام. یعنی مسلک قضا هم آجیس یک چی داره؟ یک اختصاص کار داره. همونطوری که یک دکتر یعنی بدون خواندن فاکولته طب و ستاژ و زحمتکشی های دیگه دکتر شده نمیتونه، قاضی هم به اینطور اختصاص ضرورت داره، به اینمی تحصیل و تعلیم ضرورت داره. وای به ملت مظلومه که همچو دوای رو دیمان. یعنی باور میکنین آجی صاحب که باز وقت که ما با اوج قاضی بودم، یعنی همیشه متاثر می بودم از این لحظاتی که یک کس می آمد می گفت قاضی بکش ولی ابی دوسیه بار زود خلاص کن. دوسیه ها سر به سر تراکم می کردن و صلاحیت ها بسیار محدود بود، با قاضی صلاحیت نبود که او رو فیصله کنه، باید از رئیس اجازه می گرفت و که رئیس مشترکن او رو انجام می داد. رئیس گاهی آمده میتونست، گاهی نمیتونست و این تراکم دوسیه ها همش معطل رئیس ماندن. یعنی خودش باعث چی میشد؟ واقعا فاجعه یعنی بود. دیگه صورت قضای عسکری که استقلالیت حاصل کرد این بعد از مرحله نوین، یعنی در سال 1359 بود. بله 1359 بود که بعد از یکی اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به حیث قانون اساسی موقت تدویر شد و نشر و نافذ شد. بعد از او نظر به پیشبینی از او که یعنی پیشبینی کرده بود که محاکم عسکری و محاکم ملکی قانونهای جداگانه باید وضع کنند، صلاحیت و تشکیلات محاکم قوای مسلح در اون وقت در اون سال 59 منظور شد و خوشبختانه بگویم یا بدبختانه که ما به حیث اولین کسی بودیم که به حیث رئیس محکمه عالی قوای مسلح مقرر شدم که بی لشکر، بدون لشکر. یعنی یک کادرم مسلکی نبود و بسیار بعد از بسیار تای مدت ها
بعد از فعالیت های بسیار زیاد تا وقتی که ما دوج بودم تقریبا تمام محاکم قوای مسلح دیگه مردم های مسلکی بودن. غیر مسلکی که از چی پیاده و سواری و توپچی، یعنی حد اقل اگر بودنم یعنی یک کورس داما یا کورس دوازده ماه را خود داشتن. بسیار تشکر علم صاحب، بسیار معلومات وسیع دادین و واقعا جای افتخار است که امروز شما را در برنامه داریم. شما شامل تاریخ هستین و این قضایی را که تشریح میکنیم واقعا چیزایی به خصوص به نسل ما همیشان یک تاریخ نو است که به ما تشریح کردیم. بسیار واضح تشریح کردیم و هم بسیار معقول و در بین یادداشتی که شما اونجا نوشته کردین یکی از سوالات این است که رئیس محاکمات یا ریاست محکمه عالی، بله، اینا تفاوت شده چی بود؟ اینا تفاوت در امور تشکیلاتی و در امور صلاحیتی، بله، یعنی سابق رئیس محاکماتی گفته می شد مقام تمیز بود، بله، از لحاظ تشکیلات محاکم قوای مسلح را به حساب دیوان حرب می گفتن، بله. دیوان حرب هم اقسام مختلف داشت، بله، یکیش به نام دیوان حرب دائمی گفته می شد، به نام دیوان حرب موقتی گفته می شد، دیوان حرب حکومت عسکری گفته می شد، بله. اینا هر کدامشان صلاحیت ها و وظایف جداگانه خود داشتن، ولی در کل دیوان حربا به صورت عمومی تحت تاثیر دولت بود و مقرری ها، امور ذاتی افسرهایش همه مثل یک شعبه که مثلا شعبه اپراسیون یا شعبه ذاتی در قوای مسلح و تحت امر قماندان ها بود. دیوان حربا و محکمه هم تحت امر قماندان قدمی بود. و ریاست محاکمات که مقام تمیز بود و استینافی در دوسیه ها را در مرحله استیناف میدید، این تحت امر وزارت دفاع بود. یعنی هر امری کنا میدادن اون امور باید انجام میکرد، یعنی استقلالیت نداشتن. و دیوان حربا هم مربوط ریاست محاکمات وقت نمیشد، بله، از لحاظ موضوعات ذاتی، از لحاظ موضوعات معاش و دیگر امور مربوط به افسرایش یا کسان کارمندایش. اما در محکمه عالی برعکس، تمام محاکم قوای مسلح که نام محکمه را گرفت، مثلا محکمه ابتدائیه، محکمه فلانه قطعه گفته می شد ولی تحت امر قطعه نبود. امور ذاتیش از یک مرجع واحد اداره می شدن، امور ذاتیشان انجام می شد، خب گرچه می شد که بودیجه شان هم علایده شود، ولی نسبت مشکلاتی از اون زمان بودیجه در بودیجه محاکم قوای مسلح در بودیجه وزارت دفاع مدغم شد. تنها معاش خوده که یک چیز ثابت بود از چی بگرفتن، از وزارت دفاع میگرفتن، دیگه امور مربوط به او، یعنی اینا تحت امر چی بودن، تحت امر محکمه عالی قوای مسلح بودن، از یک دسته داره میشد. محکمه عالی قوای مسلح دارای تشکیلاتی بود که از عهده عظیمی اداره عظیم، از لحاظ یعنی ذاتی، از لحاظ مشکلاتشان، از تمام چیز با قطعه مربوطه با قماندان نمیمان که محتاج باشن که قضا زیر چی نره، زیر سوال نره. با اون خاطر محکمه عالی قوای مسلح وسیع تر بود و تمام محاکم قوای مسلح را در بر می گرفت و محاکمات یک ریاست خودش بود که از دو شعبه مرکب بود، بله، و تنها مسائل قضایی را در مرحله استینافی چی می کرد، رسیدگی می کرد. درست درست.
بسیار زیاد تشکر. یادداشت در مورد کتاب که شما لطف کردین نوشته کردین بسیار زیاد است، ما زیاد گرفتیم، بخشای را ما یادداشت کردیم، اگر توضیح بدین واقعا خوشحال میشیم. در قسمت از کتاب شما در مورد محکمه سردار ولی، محاکمه سردار ولی، ولی که چگونه بود و چی جرم داشت که محکمه شد؟ حاجی صاحب سردار ولی یکی از مهره های بسیار مهم و بلند خانواده سلطنتی بود. و عضو خانواده سلطنتی؟ عضو خانواده سلطنتی بود. او با شاه بلقیس دختر ظاهرشاه ازدواج کرده بود، برالوه ازی بچه کاکایش بود و داماتشان بود، بچه کاکایشان بود. ولی در سلطنت ظاهرشاه بعد از اینکه یعنی قانون اساسی هم تسجیل شد و نافذ شد، سردار ولی در عسکری، در مقامات عالی عسکری با حیث رئیس ارکان قوای مرکز و بعدا با حیث قماندان قوای مرکز یک پای وظیفه میکرد. بله. و از امتیازات بسیار عالی برخوردار بود. خودش دگرمان بود، مگر پوستش اونو در اون پوست ها. سردار عبدالولی خان آدمی بود با قد متوسط، جسم سپورتی و در مو زمانی که قیافه عسکری هم تغییر کرده بود، ای با مو قیافه سابق اونمو او رقم بر جسمی پوشید و موزه و یا کمربند بسته میکرد، با تبختر و غرور را میرفت و یک چوب که میگفتند که خنجر بران به رسم امو افسرای انگلیس یک چوب زیر بغل هم داشت که در زیر بغل خود میمون. ای آدم همه کاره تقریبا در امور ملکی، در امور نظامی از طرف شاه یعنی گماشته شده بود. و تحصیلاتش هم در امور نظامی بود؟ تحصیلاتش چی خوده در فرانسه تیر کرده بود. به حساب کودکی خدا در فرانسه تیر کرده بود و در بزرگسالی تحصیلات آخرین عسکری خدا در کشور انگلستان بسر رساند. سردار عبدالولی خان نمیفهم خو بین خانواده البته را اختلافات با وجود آمده بود که بعد از کودتا دیگه هر کسی را سردار ماد داود خان اعلان کرد، تنها همی را یعنی بندی کرد که ممکن اختلاف نظر یا اختلافاتی در مابینشان وجود داشت. یعنی شخصی به حساب عبدالزادگی فامیلی بوده یا که موضوعات سیاسی هم بوده؟ موضوعات سیاسی را خو گفته نمیتونم، چرا که در موضوعات سیاسی خو او آدم بیکار بود، کدام عقدمندی های وجود داشت که علی بازپسان سرش گپ میزد. درست. سردار عبدالولی که در جمع سایر افراد و اشخاصی که با در کودتای سال 52 دیزگیر شده، در زمره از مو یام دیزگیر شده بود. اول دفعه ایرا در جای تمام دستگیر شونده ها را در پشت سر بالای ساروج خانه قدیرخان که پسار وزیر داخله شد در اوجه نگاه کرده بودند. بعد از او باز همه ایشان انتقال دادند در محبس دیمازند. بله. اما این قرار شده دیگه میگم که یعنی خود ایچه هم تقریبا عبی گپ گفت، زیامجید قماندان گارد زمان داود خان بود. توسط زیامجید برای چی تزرع آمیز برای
سردار ما داوود خان رئیس دولت احوال داده بود که مرا از امی خزنده و گزنده از امی دیمازنگ اگه نجات بتی در جای دیگه مرا یعنی با حساب تحت نظر بگیری خوش میشم بسیار تظرامیز. اگر نه در اون وقت باید ماست که وزیر دفاع خان محمد خان یک تعداد جنرال ها یک تعداد اراکین دولت به شمول موسی شفیق صدر اعظم هم در مابس دیمازنگ بندی شده بود. اما از مابین تمامی از یا همین آدم هم سردار ما داوود خان امر داد که بیاید در این چیز در کوتی باخشه ارگ اوج زندانی باشه در اوج زندانی باشه اینه در کوتی باخشه ارگ انتقال داده. تصادفان مقر محکمه یعنی که بنام دیوان حرب حکومت عسکری یاد می شد هم در امی کوتی باخشه در امی سالون شوی جمعه که نامش بود در اونو بوجه محل محکمه هم همونجه بود. یگان بار از کلکین کلکشک میکرد و این افراد و اشخاصی که رفت آمد بود دیده میتونست ملاقات کرده میتونست؟ نه ملاقات نه یعنی اجازه صحبت نداشت؟ اجازه صحبت دیگه نداشت نه تنهای تنها همونجه بندی بود. و این وقتی که موضوع از این بالا شد سردار ما داوود خان یعنی می دیوان حرب با اثر فرمان چیز نظر به قانون آمامتر است که دیوان حرب حکومت عسکری با تحت امر کسی که قماندان حالت استرار است یعنی قماندان جبهه است قماندان عسکری است چون که در تمام سراسر افغانستان حالت استرار اعلان شده بود رئیس دولت باعث قماندان بود بله. یعنی با امر از او با فرمان از او محکمه تاسیس شد محکمه که در حالت استرار تاسیس بشد یعنی مانایشی بود که وظایف بخصوص باید به این سپرده میشد که انجام میداد کسان رئی هم از عسکری و هم از غیر عسکری ملکی کسانی که مرتکب جرایم علیه امنیت و آسایش داخلی بشد به این محکمه محول میشد با دستحقات. تصادفاً محکمه تشکیل شده بود محکمه را با حضور خواستند با حساب رئیس دولت که ما هم در اون زمره بودم بله اول دفعه از چی پرسان کرد از یک جنرال که او معاون محاکمات وقت ما عضو عادی و رتبه خرد داشتم پرسان کرد گفت که آله او رسیدگی یا خود تحقیقات از سردار ولی اشاره کرد که دیوان حرب انجام میده یا کدام مرجع دیگه حتی صدای ما هم در بوجه برآمد که تحقیقات یعنی محکمه مرجع تحقیقات نیست در مرحله دوم تحقیقات میکنه که مرحله دوم یعنی تحقیقات خود محکمه است تحقیقات اول مربوط محکمه نمیشه باز گفتن که چطور که در حالت اضطرار هم باشه و محکمه ای صلاحیت نداشته باشه چطور امکان داره ما راستش که همی ماده چیز ما میتونم که همی از روی براتون بخونم همی قسمت چرا که قانون است غلط نشه اشتباه نشه ماده 143 اصولنامه محاکمات عسکری را که در مورد حالات فوق‌العاده بود با حضور رئیس دولت من قرائت کردم که این ماده اتر حکم میکنه در جزتامای بزرگی که در حال محاربه و همچنان
در نقاطی که با حال حکومت عسکری میباشند وقتی که دلایل کافی موجود و عبرت مستعجل ملحوظ باشد میتوان مضمون را بدون تحقیقات ابتدایه فقط بر اساس نظریه قماندان بزرگ یا آمر حکومت عسکری مستقیما مورد محاکمه قرار داد. بله. ایره که قرائت شد گفتیه نخود این خود صلاحیت ما هست که با برتان بگویم که شما چی کنید تحقیقاتش پیش ببرید. دیگه از هیچ کس صدا نبرامد. یعنی اگر ما رئیس می بودم اون وقت با فشاری میکردم سریازی که یعنی در اون صورت عدالت درست تامین نمیشه که هم کوزه باشه هم کوزگر و هم خریدار کوزه یه طور نمیشه. باید که تحقیقات از یک مرجع دیگه به طرف قوام باشه صورت بگیره و این تحقیقاتش مثل سایر دوسیه‌ای که آمد پلیس تحقیقات کرد و محکمه فیصله داد. به هر صورت من نتانستم جرأت کنم که این گپا بگویم در دگر جنرال که نتانست ما خود جگران بودم دیگه نتانستم بکلی همو همونطور ماند و ما آمدیم و تحقیقاتی از این به دیوان حرب تعلق گرفت. بعد از او باز تعداد از مردم علیهش حاضر بودن که شهادت بدن. جرایمی از این در حقیقت پنج جرم تثبیت شده بود ولی خود دوتایش بسیار ضعیف و خفیف بود. اولش مداخله در امور ملکی بود درست. که خودش یک آدم عسکری در یک برجی و در هر چیز این مداخله میکرد و هدایت میداد و مثلا نتیجه میخواست. دوم ای با امر از این در سه عقرب سال 43 سر تعداد مظاهره کننده ها پیر صورت گرفته بود که چند نفر به قتل رسیده بود. این رو باعث یک آدم متهم با امی عمر که سر مردم صورت گرفته. بود این جرم دومش بود. جرم سومش این سر جلو بود از اوتخیل به طرف کابل می آمد یک آدمی که غریب و بیچاره را زیر موتر کرد و کشت. اون دیگه بازخواست نشد چون اون وقت در اقتدار بود. کسی پرسان نکرد. چهارمش چون نگاهداشت سلا به صورت عمومی در تمام افغانستان منع بود این کلکسیون در اثر تلاشی که خانه شده بود کلکسیونی چی داشت؟ اسلحه. اسلحه داشت یعنی انواع مختلف اسلحه در مابین خارج بود. و پنجمش آخرین یک جرم خیانت ملی تقریبا که مداخله در امور پشتونستان بود. یعنی به این مانا که برای سرساختن مسئله پشتونستان در انتخابات پاکستان ای با خان عبدالقیوم خان که در اون وقت وزیر داخلی پاکستان بود یک مبلغ انگفتی را داده بود که علیه نشلال عوامی پارتی با مصرف برساند تا که پیروز نشد. بعد از یک مدت که این تحقیقات جریان کرد و شهود چیز شاهدایش بسیار زیاد بود حاجت نام گرفتن نیست. یعنی از کسانی بودند که در مقامات عالی دولت قرار داشتند و کسانی بودند که از این حالت همین پنج جرمی که ما برتان یا اتهامی که همین اتهامی که به این جرم ها متهم بود یعنی بسیار مردم آگاهی داشتند. اما مردم کلن یکسره به صورت عمومی شهادت دادن هم شهادت تحریری دادن هم شهادت شفایی دادن. درست. که ثبت نواری چی شد؟ دیوان قضا ثبت نوار شد.
خود سبت نواش. بله. سرانجام یک اندازه که تحقیقات پیش رفت از طرف رئیس محکمه امر شد که دو نفر موظف ساخت، یکی بره و یکی جنرال نبی عظیمی رو که استر جنرال حالی هست، او وقت وام جنرال بود. بله. او چون در کودتا بود از جمله رفیقهای کودتایی رئیس دولت بود و ما از خاطر از اینکه شاید بر موظف ساخته باشه که ما آدم مسلکی بودم دیگه در امور قضا که شما برین امی گزارشی که در حالی که خود وظیفه خود رئیس دیوان هر بود که باید امی مطالب و پیشی چی می بود رئیس دولت می بود و گزارش می داد و با ما که عمر کرد موازه عمر سر پیچی کرده تانستیم رفتیم در گلخانه و وقت مقره چی اموجه بود که عرق که گفته بشه اون اموجه از برام گلخانه یاد بشه قصر گلخانه ها خاصی گلخانه رفته ما دو نفر رو خواستن که رئیس دولت ملاقی شدیم با پرسان کردن در مورد که این دوسیه تا کدام حد رسیده و چی جرمی را چی شده مرتکب شده ما همی جرائم حساب دادیم حساب دادیم ولی رئیس دولت سرزمی جرم پنجم امی خیانت ملی که بود سرزمی بسیار پافشاری کرد گفت شما یعنی طوری عمل کنین که ادمی جرم باید برملا بسازین که یعنی مرتکب شده یا نشده ای از این معلوم میشد که یعنی جرایم علیه آسایش و امنیت داخلی یا خود با جرم خیانت ملی حکمش اعدام است بله. یعنی اشد مجازات است در فکر ما هم تو رامد که ای چی میکنه این آدم ها اعدام میکنه خب آمدیم اون چیزی که حقانیت ایجاب میکرد اما بدون فشار و بدون گپ بدون سخن در دیوان هر پش هفت نفر روز شش نفر روز داشت یک نفر رئیس بود که هفت نفر شد چارنوال هم بود اما عسکری بودن از دگر جنرال تا جکتوران همونجا حضور داشتن در مقابل از دیگه محکمه کدام دنده برقی نداشت کدام شکنجگاه نداشت که این شکنجه کنه و با شکنجه این چی بگیره اقرار بگیره و همین استدلالی که در مقابل از این میشد و همین شهودی که میشنید یه آدم چی کرده نتانست رد کرده نتانست همین چیهای خود حتی این تحقیقاتی قدر دموکراتیک بود که یکان وقت میگفت که نمیشه که از رئیس دیوان هر پایش میکرد نمیشه که همین مجلس ما یک در طولانی تر شود چرا که ما در چهار دیوار که میرم بسیار خسته شد یعنی یک قدر دیموکراتیک بود خب به هر صورتی اول دفعه گفت که این را بله ما انجام دادیم لیکن به امر شاه لیکن پسانتر نمیفهم چطور شد دیگه خب استدلال در مقابل صورت گرفت که این را به امر شاه و این را به امر شاه چطور انجام دادیم دیگه نتانست مقاومت کرده سرانجام دا آخرین ایچی یعنی اقرار کرد و تمام جرایم خود اعتراف کرد اعتراف کرد دوسیش تکمیل شد و معطل گذاشته شد که حکم دوباره داده شد که در حقیقت این کفر ایچی است قضاست که هم تحقیقات کو و هم محاکمه کو این در هیچ قانون برابر نیست اما با هر صورت ابیتور یک چیزی جریان کرد و آمد شاید ترحم کرده باشد در گیری پولیس ها ندادش که چرا که در افغانستان و
و در کشورهای پیشرفته امروز ولی شما این محبس گوانتانامو رو ببینید یا مثلا ابو غریب رو ببینید که مدرن ترین کشور و سردمدار دموکراسی چی عجایب کارا کردن. بله بله. و افغانستان هم یک جامعه عقب مانده و چی بود کسی باور کرده نمیتونه که پلیس بدون زجر و شکنجه اقرار بگیره. شاید از این خاطر بوده که ایره با محکمه سپرد تحقیقات شد یا هر رقمی که بود خو فهمیده نشد تا با آخر همی به شما مجبور ماند. خب ماند این دوسیه رو دیگه بازخواست نکرد. یک دفعه باز نمیفهم در فکر رئیس دولت گشته بود که باید جریان که تا با آخر بشنم که چی شد. امروز بار دیگه باز ما دو نفر فقط مثل که ما چی باشیم، یعنی بسیار اعتمادی باشیم یا که هیچ خودمون تا به آخر نفهمیدیم که به چی علت. خب ما از خود شانزولش میفهمم که یعنی در قضا چون آدم مسلکی بود بعضی وارد بود بعضی خاطر ما را. اما بار دیگه باز نبی خانی از این ما را امرای ما یک جای چیز دا او دا این دفعه که رفتیم رئیس دولت در خانه خود بود. در خانه خود بود در یک اتاقه که کوچکی که پشت میز کارش شیشته بود. ما را اوجا به حضور خود پذیرفت و استشاره طرف عظیمی که رفیقش بود، رفیق کودتاییش با حساب، بله، گفت قماندان صاحب چی دارین؟ او با ایما و اشاره با ما حالی کرد که ما باید مطالبی که یاد داشت کرده بودم هم جرمش هم جزایش و هم مسائل محاکماتی و تحقیقات شد این با حضور رئیس دولت قرائت کردم. قرائت کردم و آخر گفت که جزایش چی است. ما امو ماده قانون جزای عسکری را که حال پیش ما دخت نیست که با من برای شما قرائت کنم امو را خواندم و جزای اعدام اشهد مجازات یعنی اعدام. همین صدای اعدام در این اتاق کوچک اینطور یک تنین انداخت که رئیس دولت با فکر بود و یک سکوت عمیق در اتاق حکم فرما شد که حتی ما و برای ما و چه هم بسار سهمگیر واقع شد سرژنرال نبی خان عظیمی. بعد از یک چیز وقفه گفت که بله راجع به اول از راجع به شاه داد سخن کرد. گفت ما و پادشاه یک جای بزرگ شده از طفولیت یک جای بوده تا با آخر و در عین تعلیمگاه نظامی یک جای درس خواندیم، در دولتداری تقریبا روی هم رفته با هم همکار بودیم یک جای بودیم، یا ما در پست وزارت تربیت بودم یا در او وقت وزارت حربی هم میگفتن به نظر به قانون گذشته یا خود در صدارت و یا خود قماندان قوای مرکز یا خود سردار مادر داوود خان پوست های مختلف ها. و این در 24 سالگی جنرال شده بود کار کرده بود. گفت که یک جایی بودیم شاه آدم بسیار دلسوز با ملت است، شاه آدم بسیار شریف است، از شاه بسیار توصیف کرد و گفت که مردم میگه که شاه بینندگان عزیز از اتاق تکنیک بر ما میگه که باید یک وقفه بگیریم. حال به اجازه مهمان ما یک وقفه میگیریم و بعد از وقفه دوباره به حضورتان
باز میگه. بهار آغاز شادابی. سلام عرض ادب، دوباره خدمت شما حاضر شدیم. بس خدا ادامه میتیم صحبت. مدمج رسیده بودیم که حرف قضا را آوردن به دیوان و آخرین صدا صدای تنین اشد مجازات بود. بله آقایی را عرض کردم که رئیس دولت راجع به شاه داد سخن کرد و شاه را گفت که آدم خوب بود و شریف بود و دلسوز به ملت بود و از وقتی که رفته مردم میگن که تمام مال بیت المال برد امرای خود چور کرد و غارت کرد، ولی خب اوجا قریب است که به تگدی دست بزنه. بله. و از این قبیل گفا راجع به شاه حرف زد و درباره از این هم گفت که پسانترها یک تعداد مردم در اطراف شاه گرد آمدن و که مردم های نادان بودن و مردم های جاهل بودن و مردم های کاراگاه نبودن و یعنی چیزی در بساط نداشتن و از اون جمله دمی قسمت که رسید از اون جمله اینمی آدمی ره که شما امروز دوسیش قرائت میکنین امی گپم گفت که دروازه اتاق دقلباب شد و فهمیده میشد که خانم محترمشان است که بخواید تقریبا دی بحث ما 3 ساعت دوام کرد کدی رئیس دولت. بله. امی وقفه ره که از بی زمانی که ما رفتیم و تا وقتی که برآمدیم تقریبا 3 ساعت دربار گرفت و ناوقت شب شده بود. بله. با او خاطر خانمش دقلباب کرد، گفت که خانه بیاید و ای البته کار ضرور برش پیدا شده بود، خیست و در آخر مورخ مخاطب ساخت و گفت که از تمام دارایی انسانی تنها به این آدم یک کلا و یک چوب رسیده بود. سردار ولی را استشاره ها یک چوب داشت و یک کلا، یعنی که معنایش ایست که دیگه تعبیراتش دیگه با خودش مربوط که و آخری سخنشی بود که گفت که خیر شما آل برین، ما از نماینده نب، امی کلمه خود سردار ماد داوودخان است، نب نب که ما با این نام آشنایی نداشتم. معنای از این مخفف نشلل عوامی پارتیز نماینده نب گفته بیجه هست، ما از او یک دفعه پرسان کنم اطمینان خود بیارم باز به شما هدایت میدم. ما چیزی که وظیفه با ما از طرف رئیس دیوان حرب سپرده شد و تور انجام دادیم رفتیم، پس دوباره اوج گزارش دادیم که بیتت این دوسیه سردار عبدالعلی مثل کاغذ پاره دمی داخل صحیف اموج باقی ماند و مدت ها اثرش گذشت. یک روز دیگر که باز ما امرای دگر جنرال غلام فاروق خدا ببخشد که لوی درسیز بود و در این زمان رئیس ما بود، با نسبت پاره امور دیوان حرب رفته بودیم پیش رئیس دولت، از این دوسیه سردار ولی یادآوری کرد. سردار ولی یادآوری کرد، گفت که چطور میشه بود ما چی کنیم چی ایجاد کنیم. با عصبانیت برش گفت که مردم 20 سال بندی سیاسی میباشد، تو چرا وارخطایی میکنی در سر از این گپ، چی اصرار داری؟ و عصبانیتش که دید فاروق خان بچت خیست و از اون جردی ما برآمدیم، از رسم تعظیم کردیم برآمدیم از اتاقش. خود سردار ولی دیگه زندان است. خود سردار ولی بلی ها در این چیز در کتیبافشه زندانی است.
یک مدت قابل ملاحظه باز تیر شد و تحولات و تغییراتی در ایچی آمد دولت. مثلا یک تعداد رفیقای خود با اتهامی از اینکه در حساب احزاب چپی شامل هستند و اولین بار که در ایچی آمد هرات یک بیانیه داد رئیس دولت در او راجع به ایدئولوژی های بیگانه یاد آوری کرد. باز از این که آمد داخل افغانستان به تصفیه دولت شروع کرد، تمام یک تعداد قابل ملاحظه رفیقهایش که کودتا را به پیروزی رسانده بودند به اتهام از این که اینا چپگراها هستند یا خود با عذاب از اونا تعهداتی دارن با عذاب چپی، اینا را از دولت و از مقامات اکتیف چی کرد؟ حذف کرد. حذف کرد و بازی شد در مقامات پاسیف و چیز که اختیار نداشتن مقرر کردن. به این وسیله یعنی دیوان حرب هم از این چی مستثنا نمان. در دیوان حرب بجای رئیس و بجای خب البته رئیس خو به این اتهام نبود، چرا که رئیس خودش بریز بود، با اثر اختیار خود غلام فاروق خان تبدیل شد، به عوضش نعیم خان وزیری آمد. معاون محکمه که بریگادیر جنرال بود او به خاطر مریضی رفت و فوت کرد، به عوضش یک بریگادیر جنرال دیگه به نام شاپور خان احمدزی آمد و به عوض نبی خان عظیمی که استر جنرال است، شما خوب میشناسیدش، با نامش آشنا هستید، به عوض از اونا و به عوض مولادات رئیس اخذ خبر جان نثار خان که رئیس اخذ خبر وزارت دفاع بود و یک تورانی که امیال نامش از یادم رفت، خب مدیر اپراسیون گارد بود، امی نفرا آمدن به حیث اعضای دیوان حرب مقرر شد. بعد از یک چند روزی که از این تقرری های نو گذشت تیر شد، سرور خان نورستانی که از کودتاچی های بسیار نزدیک با چیز و عضو کمیته مرکزی بود، کمیته مرکزی داوود خان میگم، در چی که عضو بود در دیوان حرب آمد، گفت که رئیس به دولت با ما گفته که با شما بگویم که سردار عبدالولی خان دوسیش یک طرف کنین و براعتش حکم کنین. ولی اگه محکمه مستقل می بود کار خودم، یعنی کار خودم می کرد دیگه، یعنی محکمه از خود استقلالیت نداشت، یعنی با امر تابع بود، یعنی قضاوت ها یعنی از این میشه معلوم میشه که با امر صورت میگیره. دگر جنرال نعیم وزیری که رئیس جدید محکمه بود گفت که بسیار مبارک گپ است، بیاین که دست با کار شد. خود دوسیه را زیر رو کردن و تا بالا کردن. در اوج یعنی اسناد اثباتی وجود داشت، بله، گفتن که یک تعداد اسنادش را پس کنین، اقرارش را پس کنین، اقرار به جرم شد. بله. ای اسناد و ای چه ها را کلیگش را پس کردن و ای را با ما دستور دادن که ای را شما حریق کنین. و سرانجام دوسیه با براعت سردار عبدالولی خاتمه یافت. لیکن من کاری که کردم همین بود که با وجدانم خود نارام احساس میکردم که اگر
همی اوراق ما چی میکنم یعنی حریق میکنم بله باز حریق نکردم همی اوراق حریق نکردم پس دوباره زمین روسیه ساختم در صحیفه که بود به از او را داشته بشد و دیگر تاریخش که شده بود کسی با او رجوع نمیکرد الا اینکه هر روسیه تاریخ ساز است بله بله الا که زمانی که تاریخ نوشته شد و باز باید تو دوسیه ها کسی مراجعه کنه بله باز امور زمین می دوسیه ساخته بود دوباره در داخل یعنی این دوسیه در دیوان هر بود بله نزد معتمد و بعد از مرحله نوین امی انقلاب که گفته میشه از طرف خاد نظامی یعنی از طرف خاد ریاست دقیقی خاد مکتوب آمد که همین چهار کار دارن همین دوسیه ها را همون دوسیه ها را کلن از طرف معتمد با خاد تسلیم داده شد یعنی اگر موجود باشه دوسیه سردار ولی هم تا نشد باشه همونجه باشه موجود باشه بسیار جالب یعنی با این ترتیب بسیار جالب دوسیه سردار ولی پس انگیزه که میوانوال کودتا کرد او چه علت داشت؟ والا این سوال بسیار سخت است که من جواب بدم که انگیزه از او چی بود؟ من کدام انگیزه را خو میوانوال یعنی ما لازم داره که در امیج هم با یک مقدمه باید بپردازم قبل از اینکه درباره کودتای میوانوال و سایر قضایای وارده در دیوان هر حکومت عسکری معلومات ارائه بکنم بله لازم میدانیم تا جهت تفهیم بهتر و ژرف‌تر موضوع اوضاع و اوضاع و حالات از اون زمان به صورت مقدمه کوچک بله بر شما بیان کنم بفرمایید تشکر محمد داوود در برج سنبله سال 52 بیانیه بسیار معروف خود را مشهور به خطاب به مردم افغانستان ایراد کرد که مورد حمایت و پشتیبانی جریان های مترقی و چپ قرار گرفت خاصتا پرچمی ها بسیار از او استقبال کردند ولی در سطح جهانی هم واکنش های بسیار زیاد در کمال خود داشت بله. مخصوصا پاکستان و ایران با نحوی از آنها با اشکال مختلف یعنی عکس العمل نشان دادند دستگاه امنیتی و جاسوسی از یا در یک کوتاه زمان چنان فعال شدند که دسایس و توطئه چینی های از وا در جامعه و دولت جدیدن به اقتدار رسیده آشوب های را با وجود آورد بعضا سمت و سوی سیاست های خارجی دولت احمد داوود تغییر داد از اون خاطر عرض کردم که وقتی که در ایران آمد بله. از ایران آمده بود آه. که سمت و سوی سیاست های خارجیش هم که تغییر داد بله. داخلیش یعنی اموج راجع به ایدئولوژی های وارده داد سخن کرد و در هر که آمد یعنی اجراعاتش مبتنی بر برطرفی یک تعداد عناصر خوب و ژرف‌بین و روشنبین که گویا امرای جریانات مترقی اینا تماس دارن یا عضو هستن اونا رو برطرف کرد او در خطاب با مردم افغانستان یعنی همونطوری که مثلا یک کسی به نام سیلی کریسن خبرنگار سابق واشنگتن پوست و نویسنده پنج کتاب درباره آسیا در کتاب پشت پرده افغانستان در این مورد هم یک چیزی نوشته کرده او میگه که در میان جنبه های غیر علنی نفوذ ایران میتواند به فعالیت گسترده آژانس اطلاعاتی این کشور ساواک اشاره کرد بله. که سعی داشت با کگیبی در افغانستان رقابت کند عوامل مخفی عربستان سعودی و پاکستان، هند، چین و کشورهای خلیج فارس
در طول سالهای پس از 1973 در پایتخت افغانستان نفوذ کرده بودند. بله. با گفته فریدون هویدا نماینده ایران در سازمان ملل، در سال 1975 ایران در اوایل نقش قدرتمندانه در افغانستان داشت. بله. و این مسئله را نمونه از همکاری های منطقه ایران و امریکا می دانست. بله. ساواک و سیاه دست در دست یک دیگر کار می کردن و بعضی وقتا با گروه های مخفی بنیادگرای اسلامی به خاطر اشتراک در جهادگیری ضد شوروی همکاری های سستی داشتند. بنیادگرایان افغانستان به نوبه خود با اخوان المسلمین که در قاهره ریشه داشت که نماینده وهابیت خالص سعودی بود ارتباط نزدیکی داشتند. همزمان با افزایش سرسام‌آور بهای نفت عوامل مخفی این گروه های بنیادگرای عرب که جدیداً فعال شده بودند با پشتیوانه عظیمی وارد افغانستان شدند که سعی می‌کردند طرفداران کمونیست‌ها را در حکومت وقوع مسلح شناسایی کنند. تهران از یک سو با احرام کمک‌هایش داوود را تحت فشار قرار داد که کمونیست‌های مظنون را ترک نماید. در همان زمان ساواک که ایران مجرای برای رسانیدن تسلیحات آمریکایی وسایل و تجهیزات ارتباطی و کمک های غیر نظامی به گروه های ضد رژیم شده، بعضی از این کمک ها توسط ایران مستقیما در اختیار ناراضیان قبیله‌ای که در مجاورت ایران در افغانستان غربی فعالیت میکردند قرار میگرفت و بعضی دیگر از طریق پاکستان به گروه های مخفی بنیادگرا میرسید. نارضایتی داوود از پاکستان پس از یک سری حملات آهنگ شده توسط اسلام آباد بر پایگاه های نظامی دولت واقع در دره پنجشیر به اوج خود رسید. ساواک، سیاه و آژانس های اطلاعاتی پاکستان همچنین در تلاش بنیادگرایان برای انجام کودتاهای علیه رژیم داوود در سپتامبر و دسامبر 1973 و ژوئن 1974 که ناموفق ماند دخالت داشتند. پس از این مقدمه میتونیم که به اختصار در مورد انگیزه صحبت کنیم. بله. یعنی پسانتر محترم شخصیت علمی و دانشمند حسن شرق هم در کتابی که اخیراً به نام پنج کودتا یا سه کودتا یا چطور یا کودتای آخر همونطور یک نام داره. بله بله. همین مطلب ساواک بسیار به صراحت بیان کرده، نوشته کرده که همراه ساواک همراه وزیر داخلی زمان تماس گرفته بود و گفته بود که تبادل نظر میکنیم، تبادل معلومات میکنیم. بله. و این ناممکن است که رئیس دولت در جریان نمانده باشه. رئیس دولت باز بیرون رفت، در خواست از کشورهای عربی کمک بگیره، خواست از ایران کمک بگیره. ایران با 2 میلیون دلار یا 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار برش وعده کمک داد. پس که آمد دوباره، یعنی در سیاست های صدر داوود خان چی آمده بود؟ تغییرات آمده بود. به هر حال گپ سر کودتای میوانوال است. بله. چندین کودتا علیه نظام جمهوری سردار محمد داوود خان از طرف بیرون چی شده بود؟ سازماندهی شده بود. نظر به اینمی نوشته ای که از حریصان خواندم براتون و یا خود ساواک و سیاه و آیسای پاکستان و یا کلی که دست به هم دادن برای براندازی حکومت محمد داوود خان، یعنی کوشش بسیار کردن. اطلاع میرسه که توطئه یعنی در چی هست، در حالت اجراست. با اساس از این کسانی که کودتاچی بودن
افسرای کودتاچی یک کسی را که با نام سیف الرحمن وکیل نازیان بود، امیر خانهش مورد تلاشی قرار میداد، یعنی ولی وکیل ولسی جرگه بود. از ایچی از او یک سند میکشند که در او سند یعنی آشوب برپا کردن از جانب از یا پروپاگند و تبلیغات و اینان باید سازمان داده میشد علیه چیز، یعنی علیه جمهوری ماد داوتان. ولی خو او ایوازی از این که بگوید که بگفت من جاسوس پاکستان نیستم، ولی یک کودتا اینجا در حالت جریان است که میوانوال در راستش است، خان محمد خان و عبدالرضا خان و کی خان و کی خان همدستاش است. با اساس از این چیره میوانوال شاید به خاطر از این دیزگیر کرده باشد که امی معلومات ها در چی شامل او و همی کسانی که نام گرفته بودن از طرف از اینا در راست کودتا قرار داشتن، گویا که در راست کودتا قرار داشتن دزدگیر شد. بعد از یک مدت بسیار کوتاه که هنوز دوسیه ها با پای اکمال نرسیده بود، از رادیوی دولتی پخش شد که میوانوال صدراعظم سابق دست به خودکشی زده در محبس و با نکتایی خود را چی کرد؟ غرغره کرد. پس آنتر دوسیه های متباقی از مرستیال خان محمد خان مرستیال و عبدستایی که به نام قلمدار شده بودند از طرف از اینا تکمیل شد با محکمه آمد. در این زمان دوسیه میوانوال هم آمده بود، چون او خودشان موجود نبود و در این زمان دوسیه هم تکمیل نشده بود، دیگه او را به قرار قضایی محکمه پس مسترد. دوسیه خان محمد خان روی دست گرفت. معلوم شد که خان محمد خان سازمانده کودتا است و چارانوال اتهامنامه خود قرائت کرد و محکمه از پیش پرسان کرد که شما واقعا همی اتهامی که به شما وارد شده صحیح است؟ یعنی خان محمد خان آدم تحصیل یافته، آدم مدبر و آدم شخصیت یعنی بسیار عالی بود. در حقیقت خانم از خان محمد خان که بعد از این که از صف عسکری تقاعد کرده بود جدا شده بود، ما یک مقاله خوانده بودیم که در جریده افغان نشر شده بود، راجع به اردو بود. اردوها رو تفکیک کرده بود که اردوها چند قسم هستند، یک اردو حافظ منافع اقلیت است یعنی اردوی مزدور است، یک اردو حافظ منافع چیز اکثریت است که اردوی ملی گفته میشه، و یک مقاله بسیار جاندار و وطن دوستانه و جالب. ما به شخصت به او بسیار احترام داشتیم به خاطر امی تحور و شجاعتش که در مقابل نظام از او زمان داشت. یعنی امی مقاله رو نوشته کرد. امی آدم روح خود طرف محکمه کرد، گفت که بله امی چیزی که ما در دوسیه گفتیم و اقرار کردیم، اگر یک بار دیگه مرا از این بند شما اعلام بکنین، بار دیگه با مو عمل دست میزنم که امروز به خاطر از اون بندی است.
با شجاعت یک تحول با با تحول خاصی که با مو غروری که در 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 افق چیش موج میزد امیر بسیار با شهامت گفت. بس تمامی مطالب که چرا کودتا میکردن، چرا هم کودتا میکردن و این چیز به تفصیل در دوسیه خود نوشته بود. هر یک شهر دوباره چی کرد و کسانی که ابرایش بودن گفت که ما با ابرایز نا در همه جا گب زدیم، اینا قبول کرده بودن و حالا اگر ممکن هم میشن او کار خودشان است، ولی کدی ما چی کرده بودن دیگه اونا ما تا باری اگرچه ممکن در کتاب یک تعدادش نوشته شده باشم اگر یادم نیست که حالا ما براتون بگویم که هیچی از فراموش کردیم و اینمی کودتا با مو حالت باز دیوان هر مطابق با اقرار خود مرستیال صاحب که چی کرده بود اتخاذ تصمیم کرد یک چند نفر به اعدام محکوم شد متوقی با حبس‌های مختلف دیگر. و میوانوال دوسیج در چی نامده یکی گفته میشه که او از طرف آیت تحقیق کشته شده و در راستش در راست آیت تحقیق یک آدم بسیار شریف و نجیب از این کشور ما که یعنی صمد اثر است او قرار داشت. آدم بسیار آدم ملایم طبع، آدم شریف، آدم انسان دوست است. ما هیچ باور کرده نمیتونیم و اگر یعنی میوانوال کشتام شده باشه غیر از ایست که یعنی غیر از اثر هر کسی دیگه که از طرف کدام دزگاه یا از طرف کدام چی ممکن که به قتل رسیده باشد، یعنی مبراس از این صمد اثر. چرا که اگر اطور می بود که از جانب صمد اثر اطور یک خبت و خطای صورت می گرفت در اوج مقاماتی بودند که اول خو مدیر محبس وجود داشت، دوم وزیر داخله که قدیرخان بود و همراه صمد اثر رابطه و مناسبت خوب هم نداشت، امکان نداشت که از طرف یک آدم چپ یک کار وام یک خبت و خطای بسیار بزرگ صورت گرفته باشه و او رو بر رئیس دولت نگویه نرسانه، بلکه برعکس. یعنی ابی آدم نظر به این که در اردو و سیاست کتاب اردو و سیاست محترم سرجلال نبی خانی عظیمی هم انعکاس یافته که با قسم با سوگند قدیر نورستانی وزیر داخله با رئیس دولت گفته که امی خودکشی است. و دیگه ای که در کتاب خودم یادم با مدافع عظیمی گپ پرداخته گفته خو ما خو با قدیر خان گفتم که بیاین که چی کنیم طبیعت عدلی رو بخواییم، بله ژورنالیست های خارجی و داخلی رو بخواهیم، گفت او با عصبانیت تبی گفت ما رو رد، یعنی اجازه نداد تبدلی یا به تحقیق، یعنی گفت که تبدلی یا به تحقیق کنه، مقصد صمد اثر در مقابل صمد اثر با عصبانیت برخورد کردیم. این در کتاب خود صمد اثر چیز انعکاس یافت. معنی بسیار جالب. دیگه همه قدر تشکر، بسیار زیاد تشکر. یک سوالی که به اشاره به می نوزت هایی که در ریشه ایزی و دست همسایی و دیگه سازمان ها بوده، یک جای شما نوشته کردین توطئه مسلحانه تا جا که تا این لحظه صحبت جنرال صاحب پیش رفت یک خاطرات بسیار زنده و تاریخی از دوران کاریشان بود. جنرال صاحب در قسمت از کتابتان شما توضیح دادین که توطئه مسلحانه از جانب بنیادگران اسلامی، این چه گونه یک توطئه بود؟ بله
اینطور است حاجی صاحب که هر وقت هر زمانی که ما پیشترم برتون عرض کردم که دولت هایی که در اطراف اکناف افغانستان واقع هستند و مارای ابهار یعنی همی ابرقدرت ها یک زمان مثلا افغانستان به حیث یک کشور حائل بین اردو بود که اگر زمامدارای افغانستان امور اردو طرفه طور نگاه میکرد که در یک توازن قرار بداشت یک مدت قدر صلح و ثبات در مابین افغانستان میبود بله. اما بحرانات افغانستان همهش محصول تضادهای خارجی است بله. در حقیقت اگرچه که تضادهای داخلی یعنی چیز اما تضادهای خارجی عمده بود همیشه بله. یک اندکی که منافع یک طرف خدشدار می شد باز مردم افغانستان به خاطر اجراعاتی که خودشان می کردن و از اموال خود استفاده می کردن بسیار نارام می ساختن بله. همین کودتای سال 52 داوود خان هم تقریبا یک اندازه طرف غرب نارام ساخت بله. اونا فکر کردن که کاملا مردمی که امرای داوود خان یک جای چی کردن کلیگیش عناصر چپ بوده امکان داره که مطلق یعنی تحت نفوذ شوروی وقت قرار بگیرن و اقتدار و قدرت هم مربوط به یه ها شده. در حالی که داوود خان یکی از فرزندای خانواده سلطنتی بود آدمی بسیار شریفی بود، آدمی بسیار وطن دوست بود گرچه که میگویند که در زمانش یک آدمی مستبد بود مگر ما استبدادش شخصا ندیدیم ما تا جایی که دیدیم یعنی همیشه برای مردم افغانستان میخواست که یک خدمتی را انجام بده اما به هیچ وجه با معنای از این است که ای از او چپایی بوده باشه که در خانواده سلطنتی چپ بود سهیز یعنی چپ یعنی مخالف بله. مانای چپ این است که حتما کمونیست باشه مانای چپ این است که حتما چی باشه چپ سر چپ باید که یک تبصره صورت بگیره بله. که از چی ما دور است یعنی از امی بحث امروزه ما و شما جدا باید دیگه داوود خان هم دوستی بسیار نزدیک و قریب اتحاد شوروی زمان می دانستن و کودت های از این طرف نارام ساخت بخاطر از این توتی ها و دستایس بسیار جاتا اینا چی کردن؟ سازماندهی کردن بله. یکی از اون توتی ها و دستایس استعمال اینمی قدرت های بنیادگرا بود که علیه داوود خان بسیج کردن بله. کودتای های داوود خان یک چیز دیگر رو با مردم افغانستان و با یک تعداد مردمی که یعنی میخواستن دیگرگونی ها را داد که فقط این کودتا ها رواج شد از او خاطر هر کس دست انداخت سر اردو و از جمله بنیادگرای ها هم به خاطر یک توطئه یک دسته یک استمداد از چیز در داخل اردو نفوذ خود کرده بودن بله. از او جمله یک سای منصب گرفتار شده بود که باز شفر داشت و این شفر خودشان واس کردن که یکی امرای یکی از این بنیادگرهایی که مطرح بود در امو جوان های مسلمان امرای از این ارتباط داشت و تماس بازور دزگیر کردن و بالاخره یک تعداد افسرها و یک تعداد کسان امالی از اینا را
چی کردن کودتاچی ها دیزگیر کردن. از پیشان تحقیقات صورت گرفت و معلوم شد که اینا میخواستن که دست به یک عمل توطئه آمیز بزنن علیه جمهوری داوود خان. اونا هر کدامشان به سزای اعمالشان رسیدن. یعنی از طرف محکمه علیه هر کدامشان مطابق با یعنی جرمشان جزا تعدیب شد و رفتن بندی شدن. یعنی شفر یک تعدادی از اینا گریخت. شفر معاونشان بود که او شفر افشا شد و او رو کسی دیگه چی کرد نمیتونست. همون نفری رو که اینا دزگیر کرده بودن از او من که پیشتر گفتم یکی از بنیادگران مطرح بود که نامش حال متاسفانه در کتاب ذکر است مگر از یاد خودم رفته. او آدم همین شفر خودی از او در پیش پلیس افشا کرد. یعنی شفر کدوی بود؟ بله شفر بود که ناما بود ما بنیش و ناما افشا شد که کدی کدام سای منصبا کدی کدام عناصر اینا چی کردن اعتبار دارن. خب ما برای پیگرد چی قرار گرفتن؟ یک تعدادی از این دزگیر شد، یک تعدادشان گریخت. یک تعدادشان گریخت رفتن پاکستان که سرانشان تقریبا امی افغانی ره که پسان در برابر چی با مبارزه مسلحانه پرداختن حزب دموکراتیک حاکمیتش اینمی هسته و بنیاد عظیمی افغانه ها رو در پاکستان مانده. بله. اما اونا مورد استقبال او وقت ذوالفقار علی بوتو بود. مورد استقبال از وا قرار گرفت و از جانب از اونا علیه بخاطر فشار روی سردار ما داوود خان و حکومتش اینمی ها رو بسیج کردن و مسلح ساختن در رودات و در لغمان و در پنشیر. بله. دست به اقدامات مسلحانه زدن. بله. اما از طرف خود مردم و از طرف حکومت سرکوب شدن و گریختن. یک تعدادش باز دزگیر شد. بله. دیگه در اون وقت در پنشیر یک چیرام کشتن سپایی حکومت خزانه رو به تاراج بودن. همینطور یک چیزی بود باز اینا هم دزگیر شدن و تحقیقات در تحقیقات آنچیزی که اعتراف کرده بودن اقرار کرده بودن مطابق به او دیوانه هر حکومت عسکری جزاهای تعدید کرد و بندی شدم. بله. زنده باشین. و بسیار جالب است بخصوص برای نسل جوان که این حقیقت واقعیت درک کنن و از سالهای سابق که مردم بهانه خارجی در افغانستان میکنن ببینید در اون سالهای که هیچ خارجی وجود نداشته توطئه وجود داشته. بله توطئه موقتا همطور چی بود. با اضافه همی موضوع در فصل چهارم کتاب شما در مورد محکمه یک جاسوس پاکستانی صحبت شده. کم اگر توضیح بدین که جاسوس پاکستانی چطور به اثبات رسید که جاسوس است و چه فعالیت داشت؟ جاسوس پاکستانی یک بسیار طول و تفصیل نداره. یک آدم بود بچه بود که خورچن و ای با یک بارگی از پیش پدرش گم شده بود چرا که محکمه پدرشم خواست اقرار و اعتراف پدرشم شدید. پدرش افغان بود؟ پدرش افغان بود بلی ها و خودی از یام افغان بود. نامش اگه از یادم نرفته باشه فضلی عقد نام داشت. او رو با او که معرفی شده بود یکی با دیگه که چه رقم فرار کرده بود چه رقم رفته بود 7 ساله بچه در گیر دستگاه جاسوسی پاکستان ماند و تربیه شده بود و کلان شده بود و جوان شده بود. بازی رو موظف ساختن که با همراه یک کمره که از چی عکاسی کرده بود از
تاسیسات میدان هوایی شیندند. درست. بسیار بیخار عکاسی خودی کرده بود در بازگشت. همین آدم از طرف انضباطی از بو قوا و سربازای از قوا دیزگیر شده بود و این را آوردن در وزارت داخله تسلیم کردن. اوجا به جاسوسی خود اعتراف کرد، اقرار کرد و دوسیه روان کردن با محکمه. در محکمه هم که آمد منکر نشد. عظیمی گپی ری که ای انجام داده بود، عظیمی جرمی ری که مرتکب شده بود، منکرم نشد و گفتم که ما نفهمیدم دیگه. پشیمان بود از چی خود خود. تقریبا هر مجرم پشیمان می باشد. دیگه همو آدم هم تا به جایی که یاد مانده، یعنی به اعدام محکوم نکردن. اوجی که به اثبات رسید که بله که جاسوس بود. بله. اما علتهای دیگه وجود داشت که دیوان حرب تصمیم گرفت که تنها اکتفا کنه با 15 سال حبس. بله. 15 سال حبس علیش تهدید کردن و بود شاید دمی بعد از مرحله نوین انقلاب که جناب کارمل صاحب دروازه زندان رو باز کرد و هم از چی برآمده باشه، زندان آزاد شده باشه. آه. اما متاسفانه که تا هنوز جوانان استفاده میکنن. حالا جوانان رو استفاده میکنن. روان میکنن به این تئوری. او رفتون. او وقت ابی مطلب نبود. یعنی تنها او جایی که برش وظیفه میداد و نمور انجام میداد. بسیار تشکر. بحث این کتاب بسیار وسیع است و باقی مانده توضیح برای بیننده‌های عزیز میگذارم تا از کتاب مطالعه کنه. امیدوار هستم توضیحات که تا آخرن از کتاب جناب علم صاحب و سلامندی دادن مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و به عنوان سوال آخر از علم صاحب میخواهیم که یک پیام با جوانان، با مردم افغانستان و بخصوص با مسلکانشان داشته باشن. میکروفون کمره ما در خدمت شماست. والا پیامی که ما باعث یک آدم مویسفید و در غربت چیزی که گفتدی هستم ای است که با مردم خود، خاصتا با جوانهای خود، که یکی جسم است یکی روان است. بله. یعنی مغز آدم دو چیزی باید بسیار پرورش کنه. بله. یکی جسم خود بسیار پرورش کنه و یکی مغز باید آدم پرورش کنه. دقیق. جسم میشه که با سپورت، با تمرینای مختلفی که وجود داره که قوی باشه، که خوب باشن، که سپورتمن باشه، که عمر طولانی پیدا کنن. بله. و مغز که پرورش میشه با خواندن کتاب، با خواندن، با مطالعه، با تفکر. بله. و یه گپا با آدم خردمند هم میسازه، متفکر هم میسازه و دانش آدم هم وسیع میسازه. بله. با این وسیله میتونه دوست از دشمن تفکیک کنن. بله. خوب از بد تمیز کنن. دقیق. زشت از بد تمیز کنن. بله. و مهمترین گپ امی است که انسان باید خود امرای عصر زمان همگام بسازه. بله. و از بیخبری خود نجات بده. بله. بسیار امیدوار هستم که اگر افسر هستن، اگر منصوبین قوای مسلح است، اگر بله. جوانای ملکی است، اگر محصل است. بله. یعنی همی پیشنهاد ما را در عمل تطبیق بکنه. شما زنده باشید. و در مورد کتابتان که علاقمنده کتاب شما، از کجا میتونن کتاب شما را به دست برن؟ علاقمنده کتاب میتونن با می تلویزیون
مراجعه بکنن با نمبر تلفنی شما که چند است؟ لطفتان است. مراجعه بکنن و اگرچه که در افغانستان در جاهای مختلف در کتابخانه دانش، در کتابخانه میکرویان، در کتابخانه بیهقی که در نزدیک وزارت اطلاعات و کلتور است، این کتاب وجود داره، بتانن از اوج به دست بیارن. و در اروپا از دانمارک میتانن از نزد شما چی کنن به دست بیارن، از پیش غازگیل از دوکان افغانا، یعنی اوج نام از یار محمد، از آجی صاحب یار محمد در پشت سر استیشن کوپنهاگن از دوکان فرید امیری به دست بیارن. و قیمتاشون بر شما معلوم است که به کدام قیمته؟ قیمت زیاد قیمت نیست، نظر به ایست که علاقمندی یعنی همی دوستا چطور است، یعنی همی مطالب اگر بخواین که برشان آشکار شوه، یک روشنی بفته، اگر چی باشد او قدر زیاد. بله، ما در جریان هستم. بیننده عزیز، کتاب ارزش بسیار بالا داره، قیمت را که در اوج نمایندگی به شما میگه واقعا قیمت تن و کاغذ کتاب است، یعنی موادی که دی مصرف شده، زحمتی که دی کشیده شده و وقتی را که علم صاحب با خانوادش در قسمت تهیه مطالب برای این کتاب اندوخته های خودش با شما شریک ساخته، واقعا بی بها است و ارزش بسیار والا داره. خدا خوشایند است که ما هیچ از زحمت خود و از تکلیف خود، حتی از چی خود، یعنی یک شانزده پولی تم توقع ندارم، منتها یعنی امی که از اوج تا به اینجا پست شده و امی سری از یه خودی کتاب در اوج پول مصرف شده که پرداخته شده، امی گپا یعنی که چی شو به خواننده ها او قدر قیمت نمانده، یه امو سر نو کام نمیشه به حساب. بله. شما زنده باشین جناب صاحب، خداوند به شما عمر بده، سلامت از حوصله‌مندی شما که علی رغم وضع صحی و مشکلاتی که داشتن، علم صاحب با بسیار حوصله‌مندی، محبت و شفقت دعوت ما را پذیرفتن و سوالات ما را توضیح و تشریح کردن. یک جهان تشکر از شما جناب حاجی صاحب محترم، حاجی نوز، که تشریف آوردین، زحمت کشیدین. یک جهان یا کهکشان سپاس میکنه. خواهش میکنم. و از دستندرکاران تلویزیون بهار که واقعا بهار منورین، بهار روشن فکرای جامعه ماست و هر پروگرام از اینا مثل درخت های پربار است که به همه کس هر چیز میده، از هر کدامشان جهان سپاس و تشکر میکنم. ما جبران کده خونه میتونم، لیکن ما از اون کتابایی که برای ما رسیده از افغانستان بسیار اندک است، از او ده جلدشه ما با تلویزیون بهار توری آنه به شما تقدیم میکنم که امیدوار استم بعضی تعداد رفیقا از پیش شما لطفتان زنده باش. از لطف و زحمت شما بسیار تشکر از شما که شما عمر و زحمت کشیدید. سلامتی آرزو میکنم. مهربانی کنید. بینندگان عزیز تلویزیون بهار، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی شما را بالای پاک میسپارم. شاد و مسرور باشید.